عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد برای دقایق کوتاهی در خدمت شما بینندگان ارجمند هستم. ما ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی حدود 30 دقیقه دیگه، این برنامه روی فیسبوک رو متوقف میکنیم و ساعت 4 بعد از ظهر مجددا روی فیسبوک برنامه خواهیم داشت و مهمانی خواهیم داشت که در باره توسعه فعالیت های اجتماعی و خیریه مؤسسه UCOR صحبت خواهیم کرد. ولی در این دقایقی که فرصت هست، اگر برسیم یک دعای از قرآن رو مطرح بکنیم. و قبل از اون یکی از بینندگانی که بسیار بهره میبرند از قرآن در این برنامه و عقایدشون بسیار مؤثره و مهم برای من، در تماسی که داشتیم تذکر دادن که اگر که خدا محدود به قالب‌های حقوقی و فقهی بشه، ممکن است که اون حالت صمیمیتی که انسان با خدا داره، یا اون حالت محرمیتی که انسان با خدا داره، یا اون حالت حبیب و محبوب بودنی که انسان با خدا داره و اون محب بودن و حبیب بودن و عاشق بودن و معشوق بودن و وصل بودن و تلاش در رسیدن به خدا و تحلیل در وجود خدا و انحلال در وجود خدا و رسیدن به فنا و رسیدن به بقای در خدا و به طور کلی جنبه‌های عرفانی و جنبه‌های عاطفی رابطه بشر با خدا، اگر که اینها نادیده گرفته بشه و خدا در یک قالب معین و خشک حقوقی قرار بگیره، اون وقت بسیاری از این فوایدی که خدا الان برای ما داره، به اصطلاح این ماهیت‌های ایفادی خدا، نقصان پیدا میکنه و ما خودمون رو با یک مرکز قانونگذاری میبینیم که هیچ نوع عاطفه‌ای در اون نیست و به صورت یک ربات خدا در میاد. ایشان البته ایشان با بیان بسیار بسیار محتاط و مقبول درد دل کردند، ولی من برای اینکه دیگران هم در جریان قرار بگیرند، خودم باز میکنم سوال ایشان رو بیشتر که این واژه ها و این لغات رو ایشان مصرف نکردند. من عرض میکنم که ممکن است که این سخنانی که ما درباره اکتساب و عمل و عکس العمل و قدر و تقدیر و قانون و جبر و اختیار و اجرا و طبیعت و قانون طبیعت و نظام طبیعت و اینجور چیزهایی رو که مطرح میکنیم و قرآن بیش از حد و بیش از اندازه به موضوع اکتساب، اکتساب در زبان قرآن یعنی جبر معلول، این واژه رو به خاطر بسپارید، اکتساب یعنی جبر معلول. ما ممکن است که کرارن این واژه رو به کار ببریم، باید متوجه باشیم که اکتساب یعنی جبر، جبری که معلول و زایده یک علت ارادی، نه جبر مطلق. قوانین هستی جبر مطلق هستند در مرحله فعلیت، اما این جبر گاهی از اوقات جبر معلول هست، جبر اکتسابی هست، جبر واکنشی هست، جبری است که عکس العمل عمل ارادی ماست. یعنی ما یک عمل ارادی انجام دادیم، یک کنش ارادی انجام دادیم، یک واکنش جبری رو ایجاد کردیم، ما ایجاد کردیم، ما به وجود آورنده اون جبر هستیم. ولی جبره، یعنی ما با اختیار ایجاد جبر کردیم.
از بلندی با اختیار به پایین پریدیم، خودمون رو تابع جاذبه زمین کردیم. یک جبر دیگه، جبر مطلق هم هست، هیچ حرف نداره. در اون شرایط هر چی قرار بگیره این جبر به وجود میاد، اما این جبر ممکن است که معلول علت ما باشه. اگر ما علت پرش رو انجام نمیدادیم، معلول جبر به وجود نمیاد. قرآن از قرآن کتاب فلسفه نیست، کتاب فلسفه هم هست، کتاب علم نیست. کتاب علم هم اندر لزوم هست وقتی که یک بیانی به نتیجه نمیرسد مگر اینکه یک منطق علمی مطرح بشود. قرآن یک منطق علمی رو مطرح میکند، اما قرآن کتاب علمی نیست. یا اگر قرآن لازم بشود یک مبحث اکتسابی رو یا مکتب فلسفی رو در بعد اکتساب و علت و معلول و رابطه اینها با هم بیان میکند، اما قرآن کتاب فلسفه نیست. اما وقتی قرآن میخواهد بگوید که قانون جبر و قانون اکتساب یکیست و در این حال میخواهد بگوید درست است که این جبر است، اما این جبر رو تو به وجود آوردی، نقشه این جبر رو من کشیدم، معمار جبر من هستم، ساختمان جبر رو تو ساختی، درست مثل جهنم و بهشت که بهشت و جهنم رو خدا طراحی میکنه، معمارش خداست، مهندس ساختمانش ما هستیم، هر دو نقشه رو خدا کشیده. ما کدام رو دریافت میکنیم؟ یعنی ما با کاری که انجام میدیم یا اکتساب بهشت میکنیم یا اکتساب جهنم میکنیم. به طور کلی اون چرا که قرآن گاه اکتساب میگوید، گاه پاداش میگوید، گاه اجر میگوید، اینها همه در واقع انعکاس عمل ماست، اینها محصول تخمیست که ما کشت کرده ایم. و به وجود آوردیم. بنابراین من عرایزم رو این طور میخوام خلاصه کنم به علت تنگی وقت، که ما اولا با یک خدای طرف هستیم که هیچ چیز در طبیعت این خدا و در خلقت این خدا خارج از قانون نیست، و قوانین جبر یا قوانین سری مطلق است که مجزای از ماست. مثل فرض بفرمایید که میگوییم که این خورشید که دور زمین میگرده، این خورشید مجبور به چرخه، قانون جبر، جبر مطلق بر او حاکمه، او هم تابع شرایط عمل و عکس العمله، ولی اون عمل و عکس العمل فعل و عکس العمل فعله، اراده درش به کار نرفته، بنابراین اکتساب هم نداره، جبر مطلق هست، مجزا از هر نوع اراده و اختیار. اما بعضی از اتفاقاتی که در هستی میفته با وجودی که جبره، ولی ما نقش ایجادی در اون داریم. مثلا گرسنگی که در دنیا به وجود میاد یک جبر. الان البته وقتی که زمینی توش گندم نکارن، از این زمین چیزی بیرون نمیاد و کسانی که در اون منطقه هستن از گرسنگی میمیرند. مرگ اینها یک امر اکتسابی است، جبره. وقتی شما گندم نداشته باشید بخورید میمیرید، این با کنش است، جبری است. اما این جبر و اکتساب از کجا به وجود آمده؟ چگونه اکتساب شده؟ به وسیله اراده یک کسی که با هواپیما بمب شیمیایی روی این زمین انداخته و این زمین قابلیت کشتش رو از دست داده. از این مثال ها زیاد میشه زد، خود شما در ذهنتون میتونید از این مثال ها بزنید. اینکه خدا در قالب قانون به چشم ما میاد و خدا غیر از قالب قانون به نوع دیگری در چشم ما نمیاد، این در بعد دین هست، در بعد ظاهری است که اصطلاحاً و به غلط به اون شریعت میگویند، ولی قرآن به او صراط مستقیم میگوید. صراط همون شرع است، شرع یعنی شاهراه و شریعت یعنی انتقال معلوماتی که نسبت به این شاهراه به دیگران راهنمایی میدهد یا آدرس میدهد یا میآموزد.
شریعت در طول زمان تبدیل به قانون شده، قانونی که بشر وضع میکنه و میگه خدا وضع کرده. بنابراین خود شریعت در قالب عمل و اصطلاح، نه در اصل، چون در قرآن هم نام شریعت آمده، اما نه به اون معناست که دیگران با استفاده از امکانات خودشون و تصمیم خودشون و اراده خودشون قانون درست میکنن و افتراء به خدا میزنن، میگن خدا این قانون درست کرده. خدا قانون بشری درست نمیکنه، خدا هدایت به قانون بشری میکنه. خدا قانون جبر میسازه، نه قانون اختیار. و چون قانون اصلا مخل اختیاره و اگر خدا اختیار در قرآن بر ما داده، نمیتواند که جبر هم به ما بدهد، یعنی جبر بر ما حکومت کند و در همون حوزه جبر به ما اختیار هم بدهد. علی ای حال، همه اینهایی که گفتم پوسته خارجی دین هست. ببینید، شما دین رو به این ترتیب در نظر بگیرید که یک پیله است، یک ظرف دربسته است که در داخل این ظرف دربسته، در داخل این پیله، کرم ابریشم رشد میکنه. کرم ابریشم در یک محیط بسته ای که نام اون رو من میگذارم شریعت، باید تابع قانون کامل باشه و الا میمیره. اگر حرارتش کم بشه، اگر حرارتش زیاد بشه، اگر رطوبتش، اگر که هوا نیاد، اگر چنین نشه، اگر چنان نشه، این تمام میشه، میمیره، اون کرم اونجا از بین میره. همین دلیل هست که در صنعت ابریشم که مربوط به چین میشه، این صنعت پیله های کرم ابریشم رو به وسیله آب جوش، این کرم رو در داخل اون میکشن که این در واقع این ابریشم پوسته محافظ اون کرمه و در عین حال خوراک اون کرمه، از این تغذیه میکنه و مثل جوجه‌ای که در پوسته تخم مرغه تا سوراخ بکنه او رو بیرون بیاد وقتی رشد میکنه، او هم این پوسته رو سوراخ میکنه کرم، و در یک لحظه، همینطوری که یک بچه‌ای که از مادرش زاییده میشه، در یک لحظه یک شبه ماهی تبدیل به یک انسان میشه. یعنی یه چیزی که با آب نفس میکشیده با ریش نفس میکشه، یعنی از ماهی تبدیل میشه به آدم در یک لحظه. در یک لحظه این اتفاق میفته و این معجزه به وقوع میپیونده. همینطور هم در یک لحظه کرم تبدیل به پروانه میشه و از داخل این ظرف بسته، این ظرف رو که تغذیه میکرده از این، باز میکنه و از درون این پرواز میکنه و پروانه از داخل این زندانی که طول و عرض این زندان به اندازه جسم خودش هست بیرون میاد و به فضای کائنات به زعم ما انسانها لایتناهی میرسه که انتها و سر و ته نداره در شعور و ذهن ما، در متری که ما اندازه گیری میکنیم. ما درباره دو بعد مختلف درباره خدا صحبت میکنیم، خدایی که در قالب عقل می گنجه و خدایی که با قانون ما با او روبرو هستیم و با مسئولیت و حق و مسئولیت با او در ارتباط هستیم. خدای قانون، خدای عمل، خدای عکس العمل، خدای منطق، خدای حکمت، خدای تزکیه، خدای داد و ستد، خدای تعامل، خدای پاداش، خدای جزا، خدای عذاب، خدای اکتساب، خدایی که میکند تعریف میکند که قوانین من چنین است که اگر که تو به امکانات و به لوازمی که به تو دادم توجه نکنی و عمل نکنی، خاصیت این لوازم رو قانون من از تو خواهد گرفت. یعنی تو با این گوشت اگر نشنوی حقیقت رو و با این زبانت حقیقت رو نگویی و با این ذهنت به حقیقت فکر نکنی و با این قلبت به ملاتفت و تعقل نپردازی، همه اینها رو قانون اکتساب من از تو میگیره. خدا فعلی انجام نمیده، قانون خدا فعل انجام میده. دیگه میگوید که
شما رو کر میکنم، کور میکنم، شل میکنم، پرده روی قلبتون میگذارم، روی چشمتون میذارم، مهر روی گوشتون، چنین تمام اینهایی که قرآن میگه اشاره به این نیست که خدا فعل مستقیم انجام بده، از یک جای خدا حرکت بکنه، آغاز فعلیت بکنه، بگه این آقای آقاسی هر چی ما گفتیم گوش نداد، بیا پسر اون چوب پنبه رو بیار من بکنم تو گوش این. قانون اکتساب خدا موجب عدم امکان شنیدن شخص طاغی میشه. اینها همه در بعد حقوقی و در بعد عقل و در بعد حق و مسئولیت و حق الله و حق الناس است. ما چه حقی داریم، چه مسئولیتی داریم، چه وظیفه‌ای داریم، چطور باید هدایت بشیم، چطور بعد از هدایت باید ارشاد بشیم، چطور باید انفاق کنیم، یعنی در بعد انسانی انسان، یا بهتر بگوییم در بعد حیوانی انسان، برای زندگی فیزیکی انسان در رابطه با هم دین آمده و این دین رو خدایی وضع کرده که برای ما عدالت اجتماعی رو بهترین روش برای ادامه زندگی با هم در یک جامعه، یک زندگی دست جمعی معین کرده. ما الان داخل اون کرم ابریشم هستیم و ما اون کرم های ابریشم هستیم که باید تابع قانون باشیم در دل این پیله‌ای که ما رو احاطه کرده. اگر کوچکترین خطایی بکنیم در داخل این پیله میمیریم و از بین میریم. اما اگر ما به رشد رسیدیم در داخل این پیله و این رو سوراخ کردیم و پرواز کردیم، اون کرم دیگه وجود نداره. اما اون کرم نمرده ها، اون کرم تبدیل به این پروانه شده. کرم ابریشم خیلی بیریخته، خیلی زشته، پروانه بسیار بسیار زیباست. اصلا پروانه مبنای همه عشق و عاشقی های دنیاست و همه مثال هایی که میزنند و شمع و پروانه و همین داستان هایی که میدانید. بشر در رابطه با شریعت و رابطه با طریقت باید یک شرایطی رو انجام بده که با خدای بیرونی که در دین خدا رو بیرون نگاه میکنند، در عرفان خدا رو در درون نگاه میکنند. خواجه عبدالله انصاری به دو وضع از زندگی خودش اشاره میکنه، شرایطی که خدا رو در بیرون جستجو میکرده، خدای شریعت رو، و در اثر انجام شریعت، شریعت منظور من قانونهای مندرآوردی انسان نیست، منظور من از شریعت هدایت قرآن است، در اون مسیر حرکت می کرده، خدا رو هم بیرون می گشته دنبال خدا ببینه خدا در آسمان زیر زمین کجاست، خدا همین کاری که ما می کنیم. از این جستجوی حقانی، در جستجوی خدای بیرونی، همه ما مثل خواجه عبدالله انصاری اگر بشویم به نتیجه رسیدیم، ولی اکثر ما نیمه راه تلف میشویم. میگوید که من دنبال این خدا میگشتم، خدا رو پیدا کردم، نه اینکه پیدا نکند، نه اینکه در دین خدا رو پیدا نکند، نه اینکه خدای بیرونی وقتی میگرده دنبال خدای بیرونی این جستجوی واهی و بیهوده باشه و وقت تلف کردن باشه، این طور نیست، اتلاف وقت نیست. خدا رو پیدا میکنه، ولی کجا پیدا میکنه؟ در خودش خدا رو پیدا میکنه و بعد در خودش شروع به جستجو میکنه و خدا رو پیدا میکنه. میگوید روزگاری او را میجستم، یعنی در بیرون دنبال خدا بودم، شریعت بوده دیگه، ولی همه قوانین رو انجام داده، همه کارها رو انجام داده، گوش و قلب و ذهن و همه چیش رو خدا در اختیار رو گذاشته و اکتساب کرده، پاداش اکتساب کرده که خدا رو میخواد پیدا کنه و پیدا میکنه. روزگاری او را میجستم، خود را میافتم، اینک خود را میجویم، او را مییابم. دنبال خدا بیرون میگشتم، بالاخره اینقدر دنبال خدا گشتم تا فهمیدم کجاست، فهمیدم اینجاست.
پس پیداش کردم، حالا اینجا دنبالش میگردم. برای اینکه اینجا دنبالش بگردم باید دنبال خودم بگردم، باید خودم رو جستجو کنم. و همین کار رو کردم و خدا رو در درون خودم پیدا کردم. از این نوع مثال های واقعا آموزنده و شگفت آور و حیرت آور بسیار می شود که آورد و یک حقیقتی رو روشن بکنه آدم که ما نه تنها خدای طریقت و شریعتمون یکی نیست، خدای هیچ دو انسانی شبیه به هم نیست. تعداد راه‌هایی که به خدا میره و تعداد خداهایی که وجود داره به اندازه تعداد نفس‌هایی است که نفوس خدا میکشند. یعنی هر چقدر که بنده خدا خلق کرده، هر تعدادی که این بنده ها نفس میکشند به همون تعداد خدا وجود داره در ذهنیت افراد. درست است که قرآن همه رو هدایت به یک خدای احد میکنه، اما ما هیچ کدامون خدای احد رو بهش دسترسی پیدا نکردیم. ما زمانی به اون خدای احد میرسیم که به خودمون برسیم. ما زمانی به اون خدای احد میرسیم که اون خدای احد رو در قلب خودمون جستجو کنیم و اونجا پیداش کنیم و اونجا ببینیمش، در قلب خودمون ببینیمش. اون وقت به اون خدا رسیدیم. و الا تعداد خدا رو ضرب در برای اینکه تعداد خداها رو پیدا بکنید. احد چیه؟ تعداد خداها به اندازه هر چه جمعیت خلق کرده تا روزی که تمام میشه خلقتش، این تعداد جمعیت رو در نظر بگیرید، ضرب بکنید در تعداد نفسهایی که این آدمها در طول عمرشون میکشن، این مقدار خدا وجود داره. ما با هر نفسمون به یک خدا اعتقاد پیدا میکنیم، ما با هر نفسمون به یک خدای مختلف فکر میکنیم، به یک خدای مختلف عقیده پیدا میکنیم، تا اینکه به جایی میرسیم که به یک خدای واحد میرسیم در درون خودمون. ما قبل از اینکه من و شما دارای یک خدای واحد بشیم، من یک فکری به بیچارگی خودم باید بکنم. خود من ممکن است که در کلام یک خدایی باشم، اما در مفهوم من میلیاردها خدا رو میپرستم در وجود خودم. من هر لحظه یک خدایی برای خودم خلق میکنم. تا زمانی که ما از این شبهه ها و از این تمثیلات و تشبیهات و از این اشتباهات عبور کنیم و به حقیقت خدا برسیم و حقیقت خدا رو در حقیقت وجود خودمون پیدا بکنیم و خارجی و داخلی از بین بره و محدودیت مکان برای شناخت خدا از بین بره، ما تا اون زمان باید به این حرکت ادامه بدیم و باید ما در قالب اون پیله باشیم. ما اون کرمی هستیم که باید قوانین پیله رو رعایت بکنیم تا در نهایت به کمال شریعت دینی خودمون برسیم و در این دریچه باز بشه و ما بتوانیم به جهان آزاد پرواز کنیم و در بی نهایت در واقع پر بگشاییم و اوج بگیریم و وارد حرم خدا بشویم. همه این هایی که عرض کردم به این خاطر است که ما در این برنامه مجبور هستیم که اون چرا که قرآن میگوید با امانت کامل در حد شعور و معرفتی که بسیار هم محدود است برای شما بیان کنیم. اما این همه خدا نیست. همه خدا رو من نمیدانم، شما هم نمیدانید. همه خدا رو کسی میداند که همه خودش را بشناسد و این کتاب و این وسائل به شما کمک میکنه که شما خدا رو شناسایی بکنید با قلبتون، با فطرتتون، و خودتون رو با خدا در ارتباط قرار بدید و رابطه ترس از خدا تبدیل به رابطه عشق به خدا بشود. ولی عشق به خدا
علتش به صورت ارادی شما نمیتواند باشد. من اراده میکنم که عاشق خدا باشم، همچین چیزی امکان نداره. عشق به خدا معلول یک علته. یعنی وقتی که ما صلات انجام میدیم، صلات یعنی وصال، یعنی اتصال به خدا، همین چیزی که نماز معنی کردن. یعنی وقتی ما میخوایم با خدا وصال بکنیم، با خدا اتصال بکنیم، آیا واقعا اتصال میکنیم؟ اراده به اتصال میکنیم، ولی واقعا اتصال حاصل میشه؟ یعنی یک کسی اول نمازش و آخر نمازش بجدانن فرقی میکنه اصلا که این نماز میخوان یا نمیخوان؟ چرا؟ برای اینکه این اتصال برقرار نشده. چرا برقرار نشده؟ برای اینکه چهارچوب شریعت قرآنی رو رعایت نکرده. یعنی گفته آقا شما اگه میخواین راهنمایی بشید باید اول دفعه انفاق کنید. انفاق کردی میگیم نه خیر انفاق نکردم، به جاش رفتم مکه زیارت کردم شما رو اونجا پیدا کنم، خدایا نبودی برگشتم دو مرتبه آمدم و هر سالم میرم اونجا، انقدر میگردم خدا تا پیدات کنم، از دست من نمیتونی فرار کنی. از این لوسبازی ها شنیدم که این حرفا رو هم میزنن و عارف میشن دیگه، اینها هم عارف شدن، عارف های مدرن قرن 21 شدن که خدا جون انقدر میگردم تا پیدات کنم و اینا، از من دوری نکن، چنین نکن، حرفای بیمزه خنک که آدم واقعا عرق سرد به تنش میشینه از این اداهای عرفانی که بعضی ها در میارن. خب ما چه وقتی میتونیم که واقعا با خدا در حرم، در حرم خدا خلوت کنیم و شما باشید و خدای شما؟ وقتی که شما چهارچوب رو رعایت بکنید. اون چیزی که منظورم این است که اون چیزی که ما در این برنامه میگیم چهارچوب هایی است که قرآن وضع کرده که شما در این قیدها باید حرکت بکنید تا ارشاد بشوید. شما وقتی هدایت میشوید، هدایت به شما یک نشانه می آدرسی میده، میگه مثلا خیابان فلان فلانجاست، ولی این آغاز کاره. شما باید شروع کنید به قدم زدن، سلوک، راه رفتن، اطاعت کردن، انجام وظیفه کردن، از تئوری به عمل رسیدن تا اینکه به ارشاد برسید. وقتی که به ارشاد رسیدید و در کار اطاعت بالغ شدید، اون وقت پرده ها از جلوی چشم شما برداشته میشه. نهایت عرض من در اینجا این است که شریعت یک کلاس عمومی است که می شود تدریس کرد، کتابش هم قرآنه، اما از این شریعت، از این کرم ابریشم اگر درست عمل بشه، کرم ابریشم وقتی صراط مستقیم رو طی می کنه، هدایت میشه و رشد میکنه، قدم بر می داره به مرحله ارشاد، به مرحله رشد میرسه، رشید میشه، اون وقت پرواز میکنه و پروانه میشه. قانونی که بر کرم ابریشم حاکمه با قانونی که بر پروانه حاکمه دو قانون کاملا جداگانه است، مخالف هم نیستند ولی متفاوت از هم هستند. محیطی که کرم حرکت میکنه و محیطی که پروانه حرکت میکنه، اینها یک محیط نیستند. ما در اینجا نمیتوانیم و نداریم، من که ندارم، علم پروانه رو من ندارم، علم پرواز رو من ندارم، اگر هم می داشتم تدریس نمی کردم، چون تدریس کردنی نیست، عمل کردنی است. شما اگر تا به حال شیرینی نخورده باشید، گوینده اگر استاد کار هم باشد، چگونه می تواند به شما تشریح کند که شیرینی چیست؟ هزاران هزار مثال هم بزند نمیتواند بگوید شیرینی چیست. اما یک چیز شیرین اگه در اختیار داشته باشد و این رو شما چشمتون رو ببندید و روی زبان شما بگذاره، شما با ذائقه خودتون به ذوق میرسید و اصلا بدون کتاب، بدون درس، بدون هیچ چیز میگویید من شیرینی رو یافتم و حقیقت شیرینی رو دریافت کردم، بدون مدرسه، بدون مکتب. مولوی میگوید که دفتر صوفی کتاب و حرف نیست جز دل اسپید همچون برف نیست. اون مرحله از خداشناسی که شما میخواهید که
در حرم خدا باشید و با خدا عشق ورزی کنید و از همه این چهار چوب هایی که برای رشید شدن آدم ساخته شده بالا برید و ضمن رعایت این قوانین و اصول پرواز هم بکنید. یعنی کرمی باشید که پیله خودش رو پاره میکنه به وقت و پرواز میکنه و در یک لحظه از کرم تبدیل به پروانه میشه. آیا کرم هم در دل پیله که هست قدرت و لیاقت عشق بازی با شمع رو داره یا نداره؟ شما شنیدید در هیچ کجای دنیا در هیچ اثری از آثار گفته شده باشه که بله یک کرمی در ابریشم در پیله بوده و همینطور عشق بازی میکرده با شمع و آرزو میکرده که در پای شمع خاکستر بشه و چنین بشه و چنان بشه؟ ولی همین کرم وقتی که در چارچوب های مقید حرکت میکنه میرسه به جایی که با حالت پرواز در میاد. باز همین مولوی میگوید که شما وقتی که در جستجوی آب هستید، یعنی ما الان خدای رباتیک رو کنار میخواییم بگذاریم برسیم به خدای عاطفی، خدایی که عاطفش مثل ما باشه، خدایی که ما بتونیم باش حرف بزنیم، خدایی که باش بتونیم گریه بکنیم، باهاش بخندیم، باهاش محرمهای خود رو بیان کنیم، با خدایی که با ما دوست باشه، با خدایی که با ما حرف بزنه، ما هم با او حرف بزنیم. من میفهمم شما دنبال اون خدا میگردید. اون خدا این خدا نیست در ذهن ما. و برای رسیدن به اون خدا باید از مرحله کرم عبور بکنن، عبور طبیعی، عبور قانونی، تا به درجه پروانه برسه. شما نمیتوانید در دل پیله که قرار دارید و کرم ابریشم هستید با شمع عشق بازی کنید، با شمع راز و نیاز کنید. شما با دیوار چوبی اطراف خودتون طرف هستید در دل این قفسی که جا دارید. و به این مناسبت هست که ما اگر که بخواهیم که این مطلب رو به همین ترتیب ادامه بدیم، شاید قدری به طول بیانجامه و از مهلت برنامه خارج بشویم. ولی پاسخ من به این بیننده محترم این است که ما در مرحله‌ای که الان قرار داریم، اگر قرار داشته باشیم، صراط مستقیم ما داخل پیله ایست که کرم ابریشم در اونجا هست. ما اون کرم ابریشمی اگه خوشبخت باشیم و جای سالم قرار داشته باشیم، الان ما در جایی قرار داریم که کرم ابریشم قرار داره. اکثر ما خارج هستیم، ولی اونهایی که در چارچوب هستند در داخل این قید هستند و نباید در این قید ما انتظار داشته باشیم که بتوانیم با شمع عشق بازی کنیم و حقیقت وجود شمع رو بفهمیم یا نفهمیم. عاشق نمیتوانیم باشیم. ما الان باید قواعد رو یاد بگیریم و تربیت بشویم تا علم پرواز یاد بگیریم. درست است که ما در دل این پیله گرفتار شدیم. درست است که ما در دل این پیله گرفتاریم، ولی در مدرسه پرواز داریم کار میکنیم. همون کرم در حال کرم بودنش داره پرواز یاد میگیره، داره پروانه میشه. درست است که کرم رشد میکنه، ولی این کرم داره پروانه میشه و پروانه هم میشه و پرواز هم میکنه اگر با صدمه و انحراف روبرو نشه و اگر هلاک نشه، اگر نافرمانی بکنه، اگر خلاف انجام بده و اگر اتفاقی خارج از قانون رشد اتفاق بیفته، خواهد مرد، تلف خواهد شد، هلاک خواهد شد و پرواز نخواهد کرد. ما اگر اون کرم باشیم، یعنی در صراط مستقیم باشیم، سلوک کنیم، قدم برداریم، اطاعت کنیم، اون چرا که قرآن گفته تسلیم قرآن بشویم، در یک زمانی باز میشه پرده. ما به جای این که در دل پیله که قرار داریم آرزوی عشق بازی با شمع رو پیدا بکنیم،
به جای اینکه در جستجوی آب باشیم و تشنگی پیدا بکنیم تا به آب برسیم. و تشنگی پیدا کردن یعنی لیاقت پیدا کردن تا پاره بشه این پوسته، تا به هوای بیرون برسیم. آب کم جو، اون چیزی که شما میخواهید جستجوی آبه. خدای معشوق رو شما دنبالش میگردید. آب کم جو، کمتر دنبال اون خدای معشوق بگرد. عاشق شو، عاشق شو تا معشوق رو ببینی. میگویند که لیلی یکی از بیریخترین و بدشکلترین آدم ها بوده و بسیار صورت زشتی داشته، ولی از چشم مجنون وقتی که به این لیلی نگاه میکنن و مظهر این همه زیبایی ها میشه. از چشم مجنون آدم باید به خدا نگاه بکنه تا مجنون خدا بشه. از چشم عاشق انسان باید نگاه بکنه تا معشوق رو ببینه. مولوی میگوید آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تشنه میگوید که کو آب گوار، آب هم گوید که کو آن آب خار. پروانه شو و دنبال شمع بگرد و مطمئن باش که شمع هم دنبال تو میگرده. اما اینکه انسان در پیله باشه و سخن از شمع بگه و انتظار دیدن شمع رو داشته باشه یک کمی عجل است. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز. ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبری باز نیامد. ما اگر استحقاق عاشق شدن پیدا بکنیم، و اون فقط از طریق اطاعت، یعنی تنها روزنه‌ای که شما میتوانید از این پیله خارج بشوید روزنه ایست که شکافی است که خود طبیعت ایجاد میکنه در اثر صلاحیت شرایط و فراهم آمدن و تأمین شدن شرایط. این باز میشه، این شکاف ایجاد میشه و این پرواز و این تحول فراهم میشه. ما از این مراحل خواهیم گذشت و از این دوران خدای ریاضی و خدای حقوقی و خدای منطقی و فلسفی بالاتر خواهیم رفت و زمانی خواهد رسید که خدا رو در خودمون و خودمون رو در خدا خواهیم دید و اون مرحله رسیدن به مهرورزی و عاشق بودن خدا خواهد بود و اون مرحله است که همه ما انتظار رسیدن به اون رو داریم. اگر که با خدا در قالب قانون احساس راحتی و امنیت نمی کنید، به راهتون ادامه بدید، دیر یا زود به خدای معشوق خواهید رسید. ما در این مرحله موقتا با شما خداحافظی میکنیم. دوستان ما رو مجددا روی فیسبوک در ساعت 4 بعد از ظهر خواهند دید. از اتاق فرمان تقاضا میکنم که ضمن اینکه به ما تنفس 40 دقیقه ای بدن، یک آگهی هم روی فیسبوک بگذارن برای ساعت 4 که بیننده هایی که برای بار اول به فیسبوک مراجعه میکنن بتوانند که ما رو ببینن. اجازه بدید که من یک نگاه کوتاهی قبل از خداحافظی به
این در این مرحله خداحافظی طولانی نیست، خداحافظی 40 دقیقه است و کمتر. ببینم که اگر که سوالی است که الان باید جواب بدیم پاسخ بدهیم. و سپاسگزاری کردن دوستان، من هم از توجه شما و از اینکه باعث این سوالات شدید از شما سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که همه ما بتوانیم که با خدا رابطه حب به زبان قرآن و رابطه عشق و رابطه وفاداری و رسیدن به اوج عاطفه رو برقرار کنیم و به ذوق عاطفی برسیم، از شوق عاطفی به ذوق عاطفی برسیم، که شوق حرکت رو نشان میده و ذوق به مقصد رسیدن و چشیدن و جذب کردن و یک پارچه شدن. امیدوارم رودخانه تلاش همه شما به دریای وحدت الهی منتهی بشه و فنای همه ما به بقای در اقیانوس وحدت الهی مختوم بشه. دقایق دیگری باز میگردیم و در ساعت 4 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. به دوستان خود هم خبر بدهید که در اون ساعت با ما باشند. فعلا خداحافظ. Oh,